گلاسیا سلام، امروز میخوایم خلاصه فیلم 7 رو با هم ببینیم، فیلمی که به عنوان انقلابی تو سبک ترسناک و جنایی جهان شناخته میشه. داستان جالب و تاریک این فیلم باعث میشه ذهنتون تا مدت‌ها درگیر بمونه و پایانش به شدت شما رو سورپرایز میکنه. یادتون نره کانال سابسکرایب کنید چون براتون هزینه‌ای نداره ولی آینده کار منو میسازه. در ضمن این ویدیو فیلمو کامل اسپویل میکنه، بس حواستون باشه. فیلم با نمایش کارگاهی به نام میلز شروع میشه که مسئول پرونده جدیدی شده و باید با کارگاهی به نام سامرست همکاری بکنه. این دو نفر تفاوت زیادی با هم دارن و میلز تقریبا تازه کاره. وقتی وارد صحنه جرم میشن، مرد چاقی رو میبینن که پشت میزی نشسته و مرده. هنوز کسی نمیدونه این صحنه قتل یا مرگ معمولی، اما وقتی میفهمن دست و پای مرد با سیم خاردار بسته شده، متوجه میشن مرگ ساده ای نبوده. سامرست شروع به بررسی جنازه میکنه و از جایی که میلز زیادی حرف میزنه، اونو میفرسته تا همسایه ها رو بازجویی بکنه. توی راه برگشت میلز ناراحته که سامرست جدی نمیگیرتش و اونو فرستاده دنبال نخستی ها دخالتی نکنه. طبق گزارش پزشکی قانونی متوجه میشه مقتول فرد چاقی بوده که به زور غذای زیادی تو دهنش ریختن و با لگدی که به شکم زده شده معده‌اش ترکیده و مرده. سامرست معتقد این قتل یه معنای خاصی داره چون هیچ قاتلی نمیاد مدت 12 ساعت به کسی غذا بده و بعد بکشتش. اون میگه هیچ سرنخ یا انگیزه پشت قتل نبوده و قطعا بازم تکرار میشه. کاپیتان پلیس ولی مخالف این حرفه و میگه فقط یه آدم روانی اون مرد چاقو شکنجه کرد تا بمیره. سامرست ولی پای حرفش میمونه و میگه این کیس خیلی بزرگ و پیچیده میشه و بهتره میلز رو ازش برکنار کنید، اما با اعتراض میلز اون سر پرونده میمونه. اینم باید بدونه که سامرست یکی از بهترین کارگاهای پلیس و چند روز بیشتر از بازنشستگیش باقی نمونده. روز بعد یعنی سه‌شنبه میلز محل قتل دیگه اعزام میشه، جایی که یه وکیل به قتل رسیده و روی زمین کلمه طمع نوشته شده. روی تابلوی عکس همسر وکیلم یه عینک با خونش کشیدن. توی پاسگاه پلیس سامرست داره کارهای بازنشستگیشو انجام میده تا اتاقش رو تحویل به میلز بده و خودش از این پرونده که به نظرش پیچیده از کنار بکشه. کاپیتان سر میرسه و جریان قتل وکیل رو برای سامرست توضیح میده و میگه این دوتا قتل به هم ربط دارن. همینطور بهش میگه لطفا تا پایان این پرونده خودت بازنشست نکن، ولی اون توجهی به کاپیتان نمیکنه. کاپیتان هم سرنخ جدیدی که از قتل اون مرد چاق پیدا کردن رو براش توضیح میده. میگه توی معده اون تیکه های پلاستیکی پیدا شده که جزوی از غذا نبودن. اینجاست که سامرست کنجکاو میشه و به صحنه قتل اول برمیگرده. با بررسی میفهمه تیکه های پلاستیک برای پارکت زمین بودن و این یعنی یخچال روشون حرکت کرده بوده. کارگاه یخچال رو جابجا میکنه و همونطور که انتظار داره نامه ای از قاتل روی دیوار میبینه. کنار نامه روی دیوار با روغن نوشته شده شکم پرستی. سامرست نامه رو به کاپیتان ارائه میده. روی کاغذ نامه نوشته شده راه طولانی است و این خیلی سخت است که از جهنم باید به نور رسید. سامرست ادامه میده که این تازه شروع ماجراست. توی انجیل 7 گناه مرگبار وجود داره و این قاتل داره این گناه ها رو تو واقعیت به ما نشون میده. شکم پرستی، طمع، تنبلی، خشم، غرور، شهوت و حسادت این 7 گناه مرگبار هستن. از اونجایی که فقط 5 روز به بازنشستگی سامرست مونده، اون میگه من از پرونده کنار میکشم و نمیخوام درگیرش شم، اما نمیتونه ذهنش رو آروم کنه و شب میره کتابخونه تا در مورد پرونده تحقیق بکنه. تعداد زیادی سرنخ و نکات مهم جمع‌آوری میکنه و همه رو روی میز میلز میذاره تا روز بعد بخونه ازشون. روز بعد هر دو کنار هم میشینن و پرونده رو بررسی میکنن تا همسر میلز تماس میگیره و همکار شوهرش یعنی سامرست رو برای شام دعوت میکنه تا با هم آشنا بشن. سر میز شام راجع به اینکه چرا سامرست ازدواج نکرده حرف میزنن و وقتی سامرست ازشون میپرسه که از زندگیشون تو این شهر و آپارتمان جدید راضین یا نه، میلز و همسرش تریسی جوابی نمیدن. همین لحظه کل ساختمان میلرزه و سامرست متوجه میشه خونهشون زیر خط راهن قرار داره. میلز هم توضیح میده یادش رفته موقع خرید خونه با این قضیه دقت بکنه و سامرست هم از خنده منفجر میشه چون عجیبه که یه کارگاه پلیس همچین چیزی رو یادش بره. بعدش هم راجع به پرونده صحبت میکنم و میلز عکسی از صحنه قتل وکیل به همکارش نشون میده. تو محل قتل ترازویی وجود داشت که یه طرفش گوشت بدن وکیل ریخته بوده و نامه‌ای که روش نوشته شده اگه مرد 1 پوند از گوشت خالصش روی ترازو بریزه آزاد میشه. واضحه که اون موفق نشده و مرده. هر دو تا کارگاه از اینکه چجوری قاتل تونسته وارد شه و بره بیرون و هیچ سرنخی از خودش جا نذاره حسابی تعجب کردن. سامرست میگه قطعا بین این همه سرنخ یه چیز هست که باید روش تمرکز کنیم. میلز هم عکس تابلوی همسر وکیل که روش عینک کشیده شده رو نشون همکارش میده. سامرست میگه این همون سرنخ ماست، شاید همسر وکیل چیزی دیده یا قراره ببینه و بهتر سراغش بریم. سری میرم پیش همسرش و ازش میخوام به صحنه جرم نگاه کنه بلکه متوجه چیزی بشه. زنم بعد بررسی عکس ها میگه همه چیز درسته، فقط تابلوی نقاشی رو دیوار کاملا برعکس وضع شده. کارگاه دوباره به صحنه جرم برمیگردن ولی هیچ سرنخی از تابلوی نقاشی پیدا نمیکنن. میلز میگه قاتل داره بازی میده ولی سامرست ناامید نمیشه و با بررسی پشت تابلوها چند تا اثر انگشت پیدا میکنه. اونا سری به تیم انگشت نگاری خودشون خبر میدن و بعد از بررسی اثر انگشتا میبینن روی دیوار نوشته شده به من کمک کنید. تیم شروع به بررسی اثر انگشت میکنه تا بفهمه برای چه کسی و کارگاه هم در حالی که منتظرن راجع به کارشون صحبت میکنن. سامرست میگه ما نمیتونیم زندگی مشترک خوبی داشته باشیم چون همش باید کار کنیم. میگه شغل ما مثل گشتن دنبال الماس توی صحرای بزرگ و خیلی کم پیش میاد نتیجه خوبی بده. روز پنجشنبه میرسه و بالاخره اثر
سرانگوش با یه نفر مطابقت پیدا میکنه، با مردی که سابقه روانی و خودکشی در گذشته داشته و کلا زندگی ناامیدی رو داره میگذرونه. سامر صد معتقده که این قاتل ما نیست. قاتل خیلی باید آدم خفن و با انگیزه و کتابخونی باشه که این کارا رو انجام داده. اما به هر حال میرن تا بفهمن از سرانگوش متعلق به کی و چرا اونجا بوده. همراه با تیم پشتیبانی به خونه طرف میرسن و در کمال ناباوری با قربانی سوم این قتل‌های زنجیره‌ای مواجه میشن. عکسای زیادی کنار مردوبان دیدنشون میفهمن این مرد یک سال تمومه که به تخت خودش بسته شده و هیچ تکونی نخورده. همونطور که روی دیوار اسم گناه تنبلی نوشته شده، قاتل مدت یک سال به این مرد گشنگی و تشنگی داده و فقط با مقدار خیلی کمی غذا تا الان زنده نگهش داشته و میفهمن هنوزم نفس میکشه و سری اون رو بیمارستان انتقال میدن. همون لحظه یه عکاس روزنامه هم سر میرسه و از کارگاه سر صحنه جرم عکس میگیره و سری در میره. کارگاه سعی میکنن از این قربانی سوم بازجویی کنن، ولی به خاطر شرایط وخیمی که داره دکترها میگن هر لحظه ممکنه که بمیره. همینطور میگن مغزش کلا نابود شده و چندین ماه پیش از گشنگی زبون خودش هم قورت داده. شب که میرسه همسر میل یعنی تریسی با سامرسد تماس میگیره و میگه نیاز داره باهاش صحبت کنه چون اینجا هیچ کسی رو نمیشناسه. سامرسد هم قبول میکنه و با هم به رستوران میرن. تریسی میگه اصلا شرایط خونمون راضی نیستم و نمیخوام بچه‌ای رو اینجا به دنیا بیارم. سامرسد هم باهاش کمی صحبت میکنه تا آروم شه و بهش میفهمونه چقدر میل دوستش داره. توی پاسگاه پلیس میل به شدت عصبی و نگران قربانیای بعدیه. میگه باید بریم بیرون دنبال قاتل بگردیم تا کار دیگه ای نکنه. ولی سامرسد میگه قاتل خیلی آدم باهوشیه. میگه قاتل اونقدر حوصله داره و برنامه‌ریزیش دقیقه که یک سال تمام یه نفر رو شکنجه کرد تا پیغامش رو به ما برسونه. بعد از یک سال دست طرفم بریده و اثر انگشت جای دیگه گذاشته تا ما بهش برسیم. میلز مخالفت میکنه و وسط صحبتاش یه فکری به سر سامرسد میزنه. اونا با هم به کتابخونه میرن تا بفهمن کتابهای مربوط به این هفت گناه مرگبار رو چه کسی تا به حال اجاره کرده تا بخونه. برن دو تای پیش یکی از دوستای سامرسد تو اف بی آی میرن و سامرسد با رشوه‌ای که بهش میده ازش میخواد اطلاعاتی راجع به افرادی که کتابا رو اجاره کردن براشون پیدا کنه. میلز از این قضیه رشوه دادن خوشش نمیاد، ولی باهاش کنار میاره. بعد از گرفتن لیست اطلاعات شروع به بررسی میکنن. تنها یه اسمه که همه کتابا رو با هم دیده و توی اون محل زندگی میکنه. اسم این مرد جان دو است. اونا با آدرس طرف میرن و شروع به بحث راجع به این میکنن که وقتی درو باز کرد چه حرفی بهش بزنیم. در همین حین مردی با خریدای خونه سر میرسه و بدون هیچ مکسی و تفنگشو در میاره و سمت پلیسا تیر میزنه. اونا زخمی نمیشن، ولی میل زنبال طرف میفته تا بگیرتش. این تعقیب و گریز ادامه پیدا میکنه تا جایی که قاتل یعنی جان دو موفق میشه میلز کتک بزنه و روش تفنگ بکشه، ولی به جای اینکه شلیک بکنه یه دفعه راهشو میکشه و میره. میلز زخمی به دم در خونه جان دو برمیگره و بدون توجه به حرفای سامرسد که میگه نمیتونیم بدون اجازه وارد شیم و نمیتونیم بگیم که با رشوه این اطلاعاتو به دست آوردیم و برای اون مسئولیت داره، درو میشکنه و وارد خونه میشه. برای اینکه مشکلی هم براشون پیش نیاد دو تا جوون بیرون خونه گیر میاره و بهشون پول میده تا به پلیس بگن اطلاعات قاتل رو برای این دو تا کارگاه فرستادن و باعث شدن اونا به اینجا بیان. کارگاه ها وارد خونه جان دو میشن. خونه ای تاریک ولی پر از سرنخ. تو این خونه حتی اسپاگتی هایی که به قربانی اول داده شده و دست قطع شده قربانی دوم هم پیدا میشه. عکسای مختلفی از قربانی ها به در و دیوار زده شده و با دیدن عکس میلز توی اتاق چاپ میفهمن همون عکاسی که سر صحنه جرم قبلی ازشون عکس گرفته جان دو بوده. جالبی قضیه اینجاست که تمام تیم پزشکی قانونی حتی نمیتونن یه دونه اثر انگشت از اون پیدا بکنن. سامرسد در آرامش نشسته و داره دفتر خاطرات قاتل که پیدا کرده رو میخونه، در حالی که میلز با عصبانیت همش داد و بیداد میکنه. سامرسد با صدای بلند قسمت دفتر خاطرات رو میخونه که به شکل متنای انجیل نوشته شده و میگه این قاتل خیلی ادبیات قوی داره و مدت‌ها طول میکشه بتونیم نوشته‌هاشو برای خودمون تفسیر بکنیم. یه دفعه تلفن خونه زنگ میزنه و میلز جواب میده. قاتل پشت خطه و اول کلی از کارگاه تعریف میکنه که تونستن پیداش کنن. بعد از میلز به خاطر سلامی که بهش زده معذرت خواهی میکنه. همینطور میگه به خاطر اینکه پیدام کردید مجبورم برنامه رو سریعتر انجام بدم و چند تا سورپرایز پیش روتونم. روز شنبه میرسه. کارگاه توسط یه نفر احضار میشن و میفهمن جان دو سفارش ساخت یک وسیله جنسی وحشتناک رو بهش داده و اونم این کارو براش انجام داده. تو کمتر از چند ساعت صحنه جرم جدید معرفی میشه و کارگاه سری خودشونو بهش میرسونن. پایین یه فاحشه خونه روی در کلمه شهوت تک شده. زنی به طرز وحشتناک مرده و مرد دیگه هم مثل دیوونه ها نشسته و داد و فریاد میکنه. مردو پاسگاه انتقال میدن تا بازجویی کننش بفهمن چی شده. مرد حال روحی افتضاحی داره و موقع بازجویی فریاد میزنه که جان دو تفنگ روی سرش نشونه گرفته و مجبورش کرده این کارو بکنه. قاتل اونو مجبور کرده این وسیله جنسی وحشتناک رو به خودش ببنده و باهاش به مقتول تجاوز کنه تا بمیره. قتل چهارم هم اتفاق افتاده و فقط 3 تا از گناه باقی مونده. کارگاه به بار میرن تا با هم صحبت کنن و بحث فلسفی راجع به کارشون شکل میگیره. سامرسد میگه ما تو دنیایی زندگی میکنیم که دزدیدن چیزی راحت‌تر از به دست آوردنشه. کتک زدن بچه‌ها راحت‌تر از بزرگ کردنش و این دنیای کثیفه که باعث شده تصمیم بازنشستگی از کارم بگیرم. میرز باهاش مخالفه و میگه من ترجیح میدم به قسمت‌های خوب دنیا و کارم فکر کنم تا بتونم ادامه بدم. روز یک شنبه دوباره به کارگاه خبر میدن تا یک صحنه جرم دیگه‌ای برن. جایی که گناه پنجم یعنی غرور اتفاق افتاده.
زنی به قتل رسیده که متوجه میشن دو تا حق انتخاب بشه، یا به پلیس زنگ بزنه تا به کمکش بیان ولی در عوضش قاتل دست و پاشو قطع کنه، یا مقدار زیادی قرص بخوره و خودکشی بکنه. زنم با قرص خودکشی کرده و اینطوری قربانی گناه غرور شده. تو راه برگشت به پاسگاه سامرسب میگه من تا گرفتن قاتل به کارم ادامه میدم و بعد بازنشست میشم. البته که اگه هفتمین گناه هم اتفاق بیفته و قاتلو نگیریم دیگه هیچ وقت نمیتونیم پیداش بکنیم. کارگاه به پاسگاه میرسن و یه اتفاق خیلی عجیب میفته. پشت سرشون جاندو با لباس خونی وارد میشه و میگه من قاتلی ام که دنبالش اینو بدون هیچ مبارزه خودشو تسلیم میکنه. جان به اتاق بازجویی میره با وکیلش صحبت میکنه در حالی که کارگاه هنوز نمیفهمن چرا اون خودشو لو داده. همینطور میفهمن هیچ اثر انگشتی از قاتل پیدا نشده چون خودش پوست همه انگشتاشو کنده تا سرنخی به جان نذاره. هیچ سابقه ای از جان وجود نداره، فقط میدونن یه آدم پولدار و کاملا تحصیل کرده است. کارگاه میگن همچین قتلای شاهکار غیر ممکن اینطوری تموم شن و قطعا هنوز کار جان ادامه داره. وکیل بالاخره بیرون میاد و به پلیسا میگه دو تا جنازه دیگه هنوز وجود دارن. جان حاضر شما رو پیششون ببره در صورتی که فقط میرزا سامرسد همراهیش بکنن. جان معتقد این دو نفر خیلی باهوشن و میخواد تمجیدشون بکنه و حاضر اونا رو ساعت 6 عصر پیش جنازه ها ببره. همینطور گفته که اگه این کارو نکنن خودش رو به دیوونگی میزنه تا به بیمارستان ببرنش، ولی اگه این کارو انجام بدن اعتراف کاملی از گناهاش مینویسه و جنازه ها رو هم بهشون تحویل میده. ساعت 5 کارگاه حسابی مجهز میشن و با پوشیدن ضد گلوله همراه با جان حرکت میکنن. یه هلیکوپتر پلیس هم از دور همراهشون میاد تا مراقب اوضاع باشه. تو ماشین سامرسد سعی میکنه راجع به زندگی جان سوال بکنه ولی اون جوابی نمیده. میلز همچنان شک داره که جان الکی حرف بزنه و بازیشون میده، ولی جان متقاعدش میکنه که این شاهکار به درستی پایان میرسه. جان میگه اینکه گناهکارا به تقاصای اصلیشون برسن خیلی لذت داره و تاکید میکنه که هیچ مشکل ذهنی نداره. میلز معتقد قربانی گناهکار نبودن ولی جان از کوله در میره و مخالفت میکنه. به نظر اون مردم گناهاشون رو با بی اهمیتی نگاه میکنن و میخواد این دیدگاه مردمو تغییر بده. همینطور میگه اگه من خودم رو لو نمیدادم شما هیچ وقت پیدا نمیکردین و مردم منو تا ابد تو ذهنشون به خاطر میسپرن. میگه اگه به خاطر رحم من نبود میلزم الان مرده بود، حتی جونش هم مدیون منه. سامرسد همچنان تو آرامش رانندگی میکنه و هیچی نمیگه. بالاخره به گفته جان به محل مورد نظر میرسن، جایی که به خاطر وجود تیر برقای زیاد هلیکوپتر نمیتونه تعقیبشون کنه و خودشون راهو ادامه میدن. ستایی از ماشین پیاده میشن و دنبال جان حرکت میکنن تا اینکه سر ساعت 7 یه ون از دور دست پیدا میشه. سامرسد با عجله میدوه سمت ماشین و جلوشو میگیره. راننده که پیک معمولیه میگه من یه بسته برای آقای میلز آوردم و قرار بوده اینجا تحویلش بدم. سامرسد راننده رو میفرسته که فرار کنه و با ترس و لرز بالاخره تصمیم میگیره توی جعبه رو ببینه. به محض دیدنش وحشت میکنه و از اون فاصله میگیره. جانو میبینیم که شروع به حرف زدن با میلز میکنه. میگه من زندگی تو رو خیلی تحسین میکنم، یه زندگی عادی و زن خیلی خوشگلی داری. میلز تعجب کرد و بهش نزدیکتر میشه. جان میگه من امروز صبح رفتم پیش زن تا سعی کنم باهاش رابطه برقرار کنم، اون قبول نکرد و مجبور شدم برات یادگاری بیارم، یعنی سر زن تو. سامرسد چتاب زده میدوه سمتش رو به میلز میگه تفنگتو بنداز. میلز هنوز تو شوکه و نمیدونه چه اتفاقی افتاده. پشت سر هم از سامرسد میپرسه توی جعبه چی بوده و سامرسد هم سعی میکنه فقط آرومش کنه تا کار احمقانه ای انجام نده. I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin. Oh, what's in the box? What's in the fucking box? جان دوباره شروع به حرف زدن میکنه و میگه منم گناهکارم. من به زندگی تو حسودی میکردم. گناه من حسادت بود و زنت قربانی شد. میلز خیلی عصبانیه ولی سامرسد بهش میگه جان داره از قصد عصبانی ترت میکنه تا اونو بکشی. اینطوری تو گناه آخر یعنی خشمو انجام میدی و جان قربانی اون میشه. جان ادامه میده که زنت بهم التماس میکرد. التماس میکرد جون خودش و بچه‌تون رو ازش نگیرم. میلز که نمیدونه زنش حامل است خشمش هزار برابر میشه و زیر گریه میزنه. سامرسد دوباره میگه اگه شلیک کنه جان برنده این بازی میشه. اما میلز که همه زندگیشو از دست داده ماشه رو چندین بار میکشه و نقشه شاهکار جان با موفقیت تموم میشه. سکانس آخر میلز رو میبینیم که توی ماشین پلیس نشسته و کاپیتان میگه بهش رسیدگی میکنیم تا رو براه شه. سامرسد صحبتی راجع به جمله زیبای همینگوی میکنه و فیلم به پایان میرسه. فیلم 7 واقعا یکی از بی‌نظیرترین شاهکارهای هالیوود و به نظرم تا قرن‌ها هم همینطوری باقی میمونه. این فیلم ژانر جنایی سینما رو کلا تغییر داد و خیلی از فیلم‌های مربوط به قاتل‌های سریالی رو مدیون اون هستیم. همینطور بذار چند تا نکته جالب راجع به این فیلم بگم. اولیش این که فیلم راجع به قاتل‌های سریالی و کلا صحنه‌های قتل، ولی تنها قتلی که جلوی دوربین اتفاق میفته توسط یه پلیس انجام میشه، اونم برای انتقام. دومین نکته هم این که وقتی جان توی پاسگاه پلیس ظاهر شد لباسش پر خون بود، یعنی اون موقع تازه زن میلزو کشته بود و خون اون روی لباسش ریخته بوده. نکته سوم هم این که خیلی از عدد 7 توی فیلم استفاده میشه. اسمش که هفته هیچی، تمام اتفاقات تو 7 روز میفته، راجع به 7 تا گناه و حتی سر زن میلز و سر ساعت 7 بهش تحمیل میدن. اگه شما هم نکته دیگه راجعش می‌دونید برامون کامنت بکنید. سابسکرایب هم یادتون نره. روزتونم گلاسی.